بعضی وقتا بچه ها یه سری حرکات رو انجام میده که آدم میمونه توش. طرف به من میگه آقای اکبری میشه مثلا تا عید من بشینم هرچی ویدیو دارم رو ببینم، بعد از عید بشینم تست بزنم؟ بچه ها، عزیزای من، قربونتون برم، این حرکت قشنگه ولی از بیرون قشنگه. تو وقتی واردش میشی یه دیوید آقای اکبری، من خود معلم تست میزنه کافی ها، مثلا بعد از اینکه ویدیو رو میبینم خودم میتونم هر تستی رو بزنم. ببین اوکی، همه میتونن بعد از اینکه معلم بهشون درس میده، یه 10 تا 15 تا 30 تا 40 تا 50 تا خودم استاد حل میکنه، میتونن اون مبحث رو تقریبا 70-80% سوالاتش رو جواب بدن. ولی وقتی یه فصل دیگه میفته روش، اون فصل تمرکز درصد تسلطش میاد پایین. یه فصل دیگه میاد روش، درصد تسلط دوتای قبلی میاد پایین. یه فصل دیگه میاد روش، درصد تسلط سه تا فصل قبلی میاد پایین. و به جایی میرسه که تو انگار نه انگار اون فصل اول رو خوندی. پس این سم خالصه که اگه بخوای حرکت رو انجام بدی تهش به ضرر تموم میشه. من تا الان هیچ کسی رو ندیدم تمام ویدیوهاش تموم بشه بعد بشینه سراغ تست زدن و نتیجه بگیره، نتیجه که حقشه. طرف مقابل جوری داره زحمت میشه که باید پزشکی قبول شه، بعد با این حالش مثلا میشه پیاپزشکی. خب این آدم ناراحت میشه از این قضیه. ولی اگه یه فصل میخوند، آزمون میداد، تست میزد، رفع اشکال میکرد، بعد فصل دیگر رو میخوند، همزمان که داره آزمون، تست، رفع اشکال میکنه، از این فصل یواشکی تستای پوششی از فصل قبلی هم بزنه، بعد فصل بعدیشو داره میخونه، یواشکی دزدکی پوششی از قبلی ها بزنه، این میشه نتیجه گرفتن. نه اینکه تو یخی هرچی دیویدی تهیه کردی، آقای اکبرین من میترسم دیویدیام تموم نشه. آقا یه اصطلاحی هست میگن که تو 100% مطالب رو با عمق 60-70% داری میخونی، ولی تو اگر بیای 60-70% مطالب رو با عمق 100% بخونی، این نتیجهش خیلی 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 بهتر از اون اولی است. فکر میکنی کمن آدمایی که دارن این همه دارن درس میخونن ولی نتیجه نمیگیرن؟ ببین عزیز من، نمیخوام بگم ویدیو بده، دیویدی بده، کلاس بده، کلاس آنلاین آفلاین بد، ولی تا زمانی من میتونی از اون کلاس نتیجه بگیری که تو تمرین کنی، تکرار کنی، تست بزنی، نه اینکه فقط بیننده اون باشی. تازه یه نکته دیگه هم بهت بگم، تو روز اول، دوم، سوم اون ویدیو دیدن خیلی شیک و مرتب پشت میز میشینی گوش میدی، نوت برداری میکنی و فلان و اینا، بذار یه هفته بگذره، به هیچ عنوان بچه یه عدد بهتون بگم، به هیچ عنوان اگر دارین هر چقدر درس میخونین بیشتر از نصفش رو ویدیو نگاه نکنین. این عدد رو بذار تو ذهنت، به هیچ عنوان بیشتر از نصف ساعت مطالعاتیت نباید ویدیو دیده بشه. مثلا اگر تو 12 ساعت درس میخونی، خیلی زیاد بخوای ویدیو نگاه کنی 6 ساعته. 6 ساعت باید خودت تمرین کنی، کار کنی، تکالیف اون کلاس انجام بدی، آزمون بدی، رفع اشکال کنی، تستای پوششی از مباحث قبلی بزنی، روتینات رو کار کنی. این وظیفه توه. اوکی؟ مواظبت کنی خودتون خیلی خیلی زیاد، و اینکه اگر از طریق یوتیوب میبینی حتما دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو بزن، و اگر هم سوالی داشتی داخل کامنت ها بپرس، و اینکه همین، دوستتون دارم خیلی زیاد.